عرض کردم که قیمت جدید اقلام طرح مشمول هدفمندی یارانه ها اعلام شد. در فضای کارشناسی کشور نظرات مختلفی وجود داره، اما نکته ای که وجود داره، دولت اراده کرده این کار رو انجام بده و به نظر میرسه با افزایش قیمت های جهانی کالاها و قاچاقی که از سمت ایران داشت به خارج از کشور صورت میگرفت، شاید واقعا چاره ای نبوده جز اجرای کار. و مخصوصا بازوی کارشناسی، یعنی در صحبت با کارشناسای مطالبه بود که این ارزش 4200 تومانی باید حذف بشه. ما این سعی کردیم در این دو سه روز اخیر کاری با کارشناسان در مورد زوایای مختلف این تغییر تخصیص ارزش 4200 تومانی صحبت بکنیم و تأثیری که میتونه بر اقتصاد کلان و بورسمون داشته باشه. بر همین رابطه گفتگو میکنیم با آقای علی سعدوندی، اقتصاددان، و نظر ایشون رو جویا میشیم. با ما باشید. خب منتظر آقای سعدوندی هستیم که ایشون تشریف بیارن. بله، خب آقای سعدوندی رو داشتیم یه لحظه. سلام آقای سعدوندی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و اینجا هستید. خب ارز 4200 تومانی مطالبه ای بود که کارشناسان داشتن که میخواستن حذف بشه. حالا این اتفاق افتاده، ولی میبینیم این سمت و اون سمت نظرات دیگه ای داره داده میشه و انتقاد میشه از تغییر تخصیصی که در این ارز صورت گرفته. سوال من به طور مشخص از شما اینه که دولت آیا چاره دیگری به غیر از این راهی که در پیش گرفت داشت؟ با شما این. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب تهانی عزیز، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. بله، ببینید، همونطور که شما به درستی مطرح فرمودید، ارز 4200 از روز اول مورد انتقاد جدی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود. البته افرادی بودند که به دلیل در واقع منفعت سیاسی معمولاً در جهت حمایت از ارز 4200 بعدها وارد عمل شدند. یعنی همون افرادی که روز اول انتقاد میکردند از اجرای ارز 4200، من تقریبا برداشتم این است که روز اولی که 4200 اجرا شد از اقتصاددانان کسی حمایت نکرد، حتی در این اواخر هم کسی از ارز 4200 حمایت نمیکرد، ولی به محض اینکه بنا بر حذف گذاشته شد تعداد زیادی از افراد شروع به مخالفت کردند. این برای من دردناکه که مردم شریف ما بعضی وقتا موضعی ممکنه بگیرن که به ضررشون باشه. دقت بفرمایید جناب تهانی عزیز، 70 میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چهار سال گذشته در زمان تحریم ها از دست رفت و دولت به جایی رسید که الان به قول شما اصلا چاره ای به جز حذف ارز 4200 نداره. اون چه که برای بنده دردناکه این هست که دولت در این زمینه به صورت اکتیو و فعال عمل نکرده، بلکه کاملا منفعل تا روز آخری که میتوانسته ارز 4200 رو تخصیص بده تخصیص داده، و وقتی که دیگه کاری از دستش بر نیومده خب مجبور شده ارز 4200 رو حذف کنه و به صورت خیلی سریع هم سعی کرده یک سری راه حل های جبرانی ارائه بده که من مطمئن نیستم چقدر کار کارشناسی روی این راهکارهای جبرانی هم انجام شده. خب یکی از مسائلی که الان در فضای مجازی و بین کارشناسان داره صحبت میشه این افزایشی که در نرخ دلار به وجود اومده که به بیش از 30000 تومان رسیده و فاصله حدوداً 25% که با نرخ سامانه نیما پیدا کرده، و عنوان میکنن که اگر بخوایم با همین سیستم قیمت گذاری دستوری بریم جلو، سال بعد باید در مورد مصائب حذف دلار نیما صحبت بکنیم. نظر شما در این مورد چیه؟ بله، ببینید، بازار نیما طرفدارانش اول میگفتن بازار ثانویه و بنده نام دیگری بر این بازار گذاشتم، جاهلیه ثانویه. یعنی ما یک بار جهالت کردیم، ارز 4200 رو تصویب کردیم و این باعث اورشوت نرخ ارز در بازار آزاد شد، باعث شد بازار آزاد به تعادل نرسه، از تعادل قیمت خارج بشه، به بالاتر از قیمت تعادلی قیمت بازار آزاد ارز در واقع اورشوت کنه یا بیش جهش کنه. بعد از اون مسئله بازار نیما مطرح شد که مجدداً بخشی از ارز که می توانست به تعادل بازار کمک کنه از بازار خارج شد.
و توجیه طراحان بازار که من مطمئنم تا امروز احتمالاً جناب تهانی و سایر بینندگان عزیز نمیدونن که طراحان بازار ثانویه یا بازار نیما چه کسانی هستند، هیچ وقت مشخص نشد، هیچ وقت افرادی مسئولیت رو به عهده نگرفتن که این سامانه کی طراحی شد، توسط چه کسانی طراحی شد، با چه هدفی طراحی شد. الان که شما میبینید که در واقع نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز نیما فاصله پیدا کرده، این متاسفانه نشون میده که بانک مرکزی در ادعای خودش متاسفانه شکست خورده. یعنی باز ادعای بنده رو تایید میکنه که ما تا روز آخر ارز 4200 رو نگه داشتیم و وقتی که به هیچ راهکار دیگری نداشتیم، به هیچ جای دیگر نمیتونستیم برسیم، مجبور شدیم ارز 4200 رو حذف کنیم. این دقیقا همون سیاست تثبیت قیمتی است که در طی 50 سال گذشته در جریان بوده. بارها و بارها و بارها ارز رو تثبیت کردیم، ادعا کردیم موفق هستیم، منابع کشور رو به هدر دادیم، وقتی کفگیر به ته دیگ خورده اون وقت قیمت ارز افزایش پیدا کرده. بعد تازه حالا بعد از اینکه قیمت ارز افزایش پیدا کرده، یک سری اقتصاددان هم پیدا میشن این وسط میگن دولت چرا قیمت ارز رو افزایش داد؟ اصلا دولت مگر چاره دیگری داشت با این راهکاری که شما جلوش گذاشتید؟ شما ببینید جناب تهانی، ما برای اینکه از نظر راه آهن ریلی به کشور اول جهان برسیم، یعنی به کشور آلمان یا به کشور ژاپن برسیم، با همین 70 میلیارد دلار ارز 4200 می توانستیم برسیم. و جالب اینجاست که 100 شهر بالای 100 هزار نفر رو میتونستیم مجهز کنیم به راه آهن. و شما ببینید این مسئله چقدر تأثیر معیشتی مثبت بر زندگی مردم میگذاشت. ولی مدت هاست، حداقل 4 دهه هست که ما سرمایه گذاری عمرانی ارزی رو کامل متوقف کردیم و منابع ارزیمون رو تا امروز به هدر دادیم. صرف کالاهایی کردیم که نگاتیو اکسترنالیتی داشته، صرف کالاهایی کردیم که آثار خارجی منفی داشته. مثلا روغن خوراکی، روی روغن خوراکی اومدیم سوبسید دادیم. مصرف روغن خوراکی در ایران 2 برابر روسیه است که روسیه یکی از بالاترین مصارف روغن خوراکی در دنیا رو داره. دقیق میفرمایید با این نوع سیاست ها ما به کجا میرسیم در نهایت؟ این که شما میفرمایید سال بعدم مجبوریم بازار نیما رو حذف کنیم، من امیدوارم فعالانه این حذف صورت بگیره، نه اینکه باز هم منابع ارزی باز بیشتر به هدر بره، این در واقع تفکیک بین بازارها سریعتر و بیشتر صورت بگیره، رانتی ایجاد بشه و در نهایت ما از سر در واقع اجبار مجبور بشیم مثلا بازار نیما رو هم ساماندهی کنیم. خب در این چند روزه ما نظر کارشناسان رو در مورد اینکه این اتفاق تأثیر بر تورم دارد یا نه به هر حال جویا شدیم. برخی گفتن که ندارد، اگر حجم پول ثابت باشه فقط سرعت گردش پول بالا میره، تأثیر بر انتظارات تورمی داره و مسائل این چنینی. نظر شما رو هم دوست دارم جویا بشم. این اتفاق یعنی حذف ارز یا تغییر تخصیص در ارز 4200 تومانی چه تأثیری بر تورم داره؟ ببینید از روز اولم شما با من چند ساله، یعنی الان حداقل 2 ساله با من مصاحبه داشتید، همیشه عرض کردم که این نوع سیاست‌های تثبیت قیمتی سیاست‌های ابر تورمیه. یعنی اینها به ظاهر ما داریم تورم رو کنترل می‌کنیم، در باطن داریم به سمت ونزوئلا حرکت می‌کنیم. فقط یک دلیل داره که امروز ایران ونزوئلا نشده و اون هم این هست که در واقع بدهی خارجی ایران کمتر از ونزوئلا است. یعنی ونزوئلا بدهی خارجی به مراتب بالاتر داشته، آرژانتین بدهی خارجی به مراتب بالاتر داشته، ترکیه بدهی خارجی به مراتب بالاتر داشته. دقت می‌فرمایید این نوع سیاست‌ها اتفاقا خودشون سیاست‌های تورم‌زا هستند. اما شما الان در شرایطی دارید ارز 4200 حذف می‌کنید که الان این شرایط بدترین شرایط ممکن هم بوده. من خدمتتون عرض کنم سال پیش مگر قرار نبود در ماه مهر و آبان ارز 4200 حذف بشه؟ بنده به عنوان کسی که اون زمان در جریان بودم خدمت شما عرض میکنم، شاید بجز یکی دو اقتصاددان در کل یک کشور 85 میلیونی تمامی اقتصاددانان با حذف ارز 4200 مخالفت کردند. تا برسه به امروز که منابع ارزی هدر رفته، وضعیت برجام مشخص نیست که امیدوارم حل بشه و از اون طرف بودجه ابرتورمی ما بستیم، یعنی بودجه امسال و بودجه سال 1400 و 1401 فاجعه‌ای در تاریخ بودجه نویسی ایران بوده. حالا که بودجه باعث شده تورم قانونی بشه، یعنی تورم تکلیف قانون بشه، حالا اومدیم ارز 4200 حذف میکنیم، بعد میگیم که خب چرا قیمت دلار رفت بالای 30 تومن؟ اصلا قیمت دلار اگر بالای 30 تومن نره تعجب داره. شما ببینید از سال گذشته تا الان ما چه حجم نقدینگی ایجاد کردیم.
در مقابل بازارهای موازی رو هم که ما به درستی مدیریت نکردیم، همین بازار سرمایه رو مدت‌ها نتونستیم در واقع تقویت کنیم که منابع رو تا حدی جذب کنه، یا بازار اوراق رو زدیم، یا بازار مسکن وارد یک رکود چند ساله خواهد شد به دلیل اینکه قیمت‌ها خیلی بالا هست نسبت به درآمدی که مسکن داره و ملک داره. بنابراین ببینید ما تقریبا در تمام بازارهای موازی نادرست عمل کردیم، سیاست‌های ارزیمون فاجعه بار بوده و در زمینه سیاست‌گذاری پولی اصلا ما سیاست‌گذاری پولی نداریم. یعنی ما شاید یکی از معدود کشورهای بزرگ جهان باشیم که مثلا هدف‌گذاری تورمی نداریم، هدف‌گذاری نرخ بهره نداریم، شورای برای تعیین سیاست در واقع تعیین نرخ سود در اقتصاد نداریم، یه شورای پول و اعتبار داریم که فارغ از واقعیت‌های اقتصاد نرخ سپرده‌ها و نرخ تسهیلات رو در نظام بانکی تعیین می‌کنه. پس بنابراین اگر امروز تورم داریم به دلیل حذف ارز 4200 نیست، به دلیل سوء تدبیرهایی است که در گذشته صورت گرفته. ارز 4200 باید حذف بشه به باور بنده، ارز نیما هم باید حذف بشه. خب پس میریم سراغ این مسئله. فکر میکنید این مسئله به صورت کوتاه مدت و میان مدت چه تأثیر تورمی به صورت مشخص بر مردم داشته باشه؟ ببینید مسئله اینجاست. ببینید شما هر زمانی انتظارات تورمی داشته باشید، این انتظارات تورمی همزمان بشه و عجین بشه با افزایش حجم پول، همزمان بشه و عجین بشه با افزایش کسری بودجه، اون وقت شما میبینید افزایش انتظارات تورمی بر نرخ تورم تأثیر میگذاره، یعنی نرخ تورم افزایش پیدا میکنه. اگر عکس این باشه اصلا انتظار تورمی تأثیر نداره. من ادعایی که بعضی از افراد میکنن میگن مثلا در آبان 98 افزایش قیمت بنزین وارد باعث تورم شده. در آبان 98 افزایش قیمت بنزین مطلقا باعث تورم نشده، یعنی روند گذشته تورم ادامه پیدا کرده با اینکه قطعا انتظار تورمی افزایش پیدا کرده. بنابراین افزایش انتظارات تورمی لزوماً به معنی افزایش تورم نخواهد بود، ولی امروز افزایش انتظارات تورمی به تورم منجر خواهد شد، نه به خاطر حذف ارز 4200. به دلیل اصلی این قضیه این هست که متاسفانه سیاست‌های بودجه کشور متاسفانه فاجعه باره و سیاست پولی هم نداریم. خب آقای سعدمندی، این سوالم از دیگران پرسیدم، دوست داشتم جوابش رو از شما هم داشته باشم. بدون برجام اقتصاد ایران چه شکلی میشه؟ من واقعا مسئله برجام یک مسئله فرعی میدونم، اینو خدمتتون عرض کنم. دلیلش هم این هست که ما متاسفانه مشکلات بسیار شدیدتری در سیاست گذاری اقتصادی کشور به خصوص سیاست گذاری بودجه و سیاست گذاری پولی داریم که اصلا برجام نمیتونه تأثیر چندانی داشته باشه، حتی میتونه مخرب باشه. اگر مثل دفعه گذشته یا مثل دفعات گذشته اگر بنا باشه که از ارز نفتی برای تخریب اقتصاد استفاده بشه، برای ایجاد بیماری هلندی استفاده بشه، برای ارز پاشی و سرکوب نرخ ارز در داخل استفاده بشه، مطمئن باشید که برجام به ضرر ما تموم خواهد شد، به نفع ما تموم نخواهد شد. ولی اگر که مسیر تغییر کنه، برای اولین بار شما میبینید در کشور مطرح شده که ما ارز حاصل از فروش ثروت رو برای ساخت زیرساخت‌ها، برای احداث زیرساخت‌ها مصرف کنیم. اگر بدیم روی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنیم، مطمئن باشید اگر به برجام برگردیم، اگر برای دو سال باشه، همین دو سال ما میتونیم 10 تا طرح راه آهن، 20 تا طرح راه آهن رو شروع کنیم، تا یه جای خوبی برسیم. و همین ها میتونه خیلی به ما کمک کنه. البته من ندیدم که در اجرا واقعا دستگاه اجرایی کشور به سمت تغییر سیاست‌ها رفته باشه. ولی اگر همه مردم همراهی کنن، کارشناسان همراهی کنن، با فشار اجتماعی ما میتونیم که جهتگیری 50 ساله رو تغییر بدیم. 50 ساله که ما درآمدهای کشور رو، ثروت کشور رو صرف تخریب اقتصاد کردیم. خب آقای رئیسی، گفتم مرحله اول همین تغییر تخصیص ارز 4200 تومانیه، مرحله دوم رشد اقتصادیه. ما امسال بدون نفت رشد اقتصادی فکر میکنید به چه صورت باشه؟ بله، من عرض کردم، البته زحمت کشیدید، دوستان شما هم یک نظرسنجی داشتن در مورد رشد اقتصادی سال 1401. سوالی که اونجا مطرح شد با سوالی که الان شما مطرح میکنید بسیار متفاوت هست. در اونجا سوال فرمودید که با درآمد نفتی رشد اقتصادی چقدر است. ببینید وقتی درآمد نفتی داشته باشیم به صورت ظاهری تولید خالص ملی افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگر درآمد نفتی داشته باشیم، من فکر میکنم ممکنه که
رشد اقتصادی کشور روی کاغذ تا 10% و بالای 10% هم افزایش پیدا بکند، ولی این روی کاغذ هست و به صورت صوری و ظاهری هست، اما در باطن این هست که این درآمد نفت میتونه به ضرر اقتصاد تموم بشه. اگر نفت نداشته باشی بستگی داره به سیاست‌های طرف عرضه که دولت در پیش بگیره. دولت در چند ماه آخر سال گذشته کارهای خوبی در زمینه تسهیل کسب و کارها انجام داد، اما این به عمل در نیومد، یعنی در دنیای واقع این در واقع تجلی پیدا نکرد. نمونه مشخص شون برنامه شما رو فعالان بازار سرمایه می‌بینند، ببینید با اینکه ادعا شده مثلا مجوزها تسهیل شده، در طی چند ماه گذشته چند مجوز کارگزاری داده شده؟ من عرض می‌کنم صفر مطلق. چند مجوز تأمین سرمایه داده شده؟ من عرض می‌کنم صفر کلوین. چند مجوز مثلا سبدگردانی داده شده؟ بازم عرض می‌کنم صفر. دقت می‌فرمایید؟ خب این تسهیل کسب و کار فقط لازم نیست، شما باید افراد رو تشویق کنید که وارد کسب و کارها بشن. من برداشتم این است اگر همین روند ادامه پیدا کنه و افراد مایوس باشن و ریسک‌های اقتصاد رو، چون افراد در واقع افراد فعال در بازارها بسیار بسیار در کار خودشون جدی هستن، در کار خودشون هوشیار هستن، برداشتی که افراد نسبت به ریسک‌های اقتصاد دارن بسیار بالاست، به درستی هم بالا هست، چون مواضع متناقض متاسفانه از طرف دولت مردان شنیده می‌شود و دیده می‌شود، و چون که دولت متاسفانه دکترین اقتصادی نداره، نه فقط دکترین اقتصادی نداره بلکه متاسفانه دولت یک در واقع مرجع اقتصاد، یک مشاور اقتصادی نداره. یعنی مثلا شما ببینید دولت اول آقای روحانی چه خوب چه بد، اولا با هم هماهنگ بودن، بعد هم یک فردی بود که به عنوان در واقع ایدئولوگ اقتصادی دولت شناخته میشد، ولی الان ایدئولوگ اقتصادی دولت چه کسی است؟ هر کسی یک صحبت میکنه، هر کسی یک حرفی میزنه و هیچ کدوم هم ادعای این که تجربه کافی و علم کافی رو در زمینه اقتصاد داشته باشن حتی این ادعا هم نداره. این هست که ریسک های اقتصاد خیلی بالا هست. وقتی هم ریسک اقتصاد بالا باشه، من برای امسال رشد اقتصادی رو مثبت میدونم، حتی مثبت پایین هم نمیدونم، یعنی من فکر میکنم شاید 3-4% هم رشد اقتصادی ما برسه، ولی اگر درست عمل میشد مطمئن باشید رشد اقتصادی ما حتی بدون نفت هم میتونست برقمی باشه، ولی باید سیاست ها تغییرات جدی بکنه. خب سوال آخرم رو از شما میپرسم، میخوام تأثیر این اتفاقات رو بر بورس بدونم. به هر حال بورس معلول شرایط واقعی اقتصادمون هستش. هفته گذشته شاخص کل رشد مناسبی داشت، البته نرخ دلار هم بیکار نبود و در بازارهای سفته بازی هم تحرکات مهمی صورت گرفت. میخوام ببینم این اتفاقی که افتاده بر بورس ایران که حالا در تابلو اقبالی به شرکت‌هایی که تولید کننده کالاهای اساسی هم داشته، یک اتفاق ادامه دار خواهد بود یا اینکه بورس از این ماجرا انتفاع زودگذری رو خواهد برد؟ بله جناب طهانی، من اولا میخوام یک تشکر بکنم، یعنی واقعا یک تمجیدی داشته باشم از وضعیت امروز بازار. ما در سال 99 وقتی صحبت میکردیم احساسات بر عقلانیت غلبه داشت، احساس بر تجربه غلبه داشت، احساس بر علم و دانش بشری تجربه غلبه داشت. امروز برعکسه، امروز افراد محتاط هستند، امروز افراد تحلیل میکنند، با تحلیل قدم برمیدارند در بازار سرمایه، و این بسیار به نظر من روند مثبتیه. تغییرات کیفی بوده در بازار سرمایه در میان فعالان بازار سرمایه، هرچند که من شرمندم که میبینم که علارغم تلاشایی که خود من کردم و بسیاری از فعالان دلسوز بازار سرمایه کردن، متاسفانه جهتگیری های مدیریت بازار به نحو مطلوب هنوز تغییر نکرده. این واقعیتی است که وجود داره. اما نکته دیگری که خدمت شما باید عرض کنم جناب طهانی این هست که عامه مردم متاسفانه هنوز با بورس آشتی نکردن. شما اگر که آمار ورود پول حقیقی رو به بورس ملاحظه بفرمایید، یک روز مثبت و روز دیگر منفیه. بنابراین واقعیت این هست که رشد این روزهای بازار سرمایه یک رشد درونزا هست، یک رشدی هست که از خود بازار منابع جذب شده و در اختیار بازار قرار گرفته. منابع خارج از بازار، منابع افراد در واقع عامه جامعه هنوز وارد بازار نشده. نکته دیگری که من باید بهش اشاره کنم این هست که در سال گذشته بسیار انتقاد شد از مسئله اوراق، به نظر من انتقاد نابجایی بود و بارها روی مسئله تاکید کردم، اما یک جای کار اتفاقا ربط به اوراق داشت و اون افرادی بود که کل سهامشون رو فروخته بودن
در حساب‌های در سطح من تا اونجا که بنده اطلاع دارم در سطح چند ده میلیارد دلار، مثلا 50 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار، اینها سهام‌ها رو فروختن و همین مسئله باعث شد که بازار ریزش کنه و این سرمایه‌گذاری‌ها رو در اوراق قرار دادند. هنوز من بیانی در اختیار ندارم که این افراد از اوراق به سمت بازار سهام بازگشته باشند و البته اون زمان هم که انتقاد از اوراق میشد، خود برخی از اون افرادی که انتقاد میکردن خودشون افرادی بودن که به شدت در اوراق سرمایه گذاری کرده بودن. حالا اگه حال من به نظرم میرسه از بقیه افراد فعالان بازار نسبت به بازار خوشبین تر هستم، دقت میفرمایید، و این که اختلاف نظر وجود داره هیچ اشکالی هم نداره، ذات بازار هست و اتفاقا این از مطلوبیت های بازار هست. من برداشتم نسبت به بازار خیلی مثبت تر از گذشته است. به نظر من روند بازار سلامت داره، به نظر من الان قیمت های مناسبی هست، هرچند که هنوز هم معتقدم که ما چند صد شرکت گران در بورس داریم، ولی روند کلی بازار رو خیلی مثبت میبینم نسبت به گذشته. بورس ایران سقف قبلی خودش رو امسال خواهد دید؟ حالا اگر امسال هم نبینه، برداشتم اینه که بالاخره در ابتدای سال آینده خواهد. من برداشتم اینه که روند مثبت خواهد بود. من برداشتم این است که به تدریج منابع نقد به سمت بازار جذب خواهد شد. البته این اقتصاد مطلوب بنده نیست، دقت می‌فرمایید، یعنی ما متاسفانه این رشد بازار به دلیل این هست که رشد نقدینگی خیلی بالاست، رشد تورم ما داریم و به این دلیل است که شما وقتی صورت‌های مالی شرکت‌ها رو، البته نه همه شرکت‌ها رو، بسیاری از شرکت‌ها رو شما وقتی صورت‌های مالی رو بررسی می‌کنید، هر فصل بهتر از فصل گذشته بوده، هر ماه بهتر از ماه گذشته بوده. این به دلیل افزایش در واقع سوری صورت‌های مالی شرکت‌هاست. خیلی ممنون آقای سعدوندی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امروز اینجا بودید و خدا نگهدار. خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار شما باشه. سلامت باشید. گفتگو کردم با آقای علی سعدوندی، اقتصاددان، و نظرات ایشون رو شنیدید.